بسم الله الرحمن الرحيم ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين اللهم صل وسلم على نبينا محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد بلندقان عزيز السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بحث ما همچنان در یک بحث مهم و حساس عقیدتی است که متاسفانه خلط مباحث در این قضايا شده تا جایی که خواندن غیر خدا را هم به عنوان یک امر شرعی و درست قلمداد کردند که برای اثبات آن به آیاتی از قرآن هم استدلال میکنند. خداوند بندگان مؤمن را امر فرمودند که اتقوا الله وابتغوا الیه الوسیله وجاهدوا فی سبیله لعلکم تفلحون ای مؤمنان از خدا بپرهیزید دستورات خدا را به جای بیاورید و از آنچه که شما را نهی کرده خودداری کنید و دنبال وسیله باشید که خود را به او نزدیک کنید و در راه خدا آنگونه که شایسته است بجنگید تا رستگار شوید متاسفانه در بحث توسل به معنای لغویش و معنای شرعی اون دقت نشده و استقاسه را هم جزوی از وسیله قرار دادن و گفتیم که فرق بسیار زیادی است بین استقاسه به غیر خدا و توسل جستن بود توسل جستن خب خداوند امر کردن که ما راهی را پیدا کنیم وسیله پیدا کنیم برای اینکه خود را به خدا نزدیک کنیم این وسیله هم چیز جز عمل صالح انسان نیست برنامه های گذشته صحبت کردیم که این وسیله یا انسان متوسل می شود به نام های زیبای خداوند متوسل می شود به خداوند با ایمانی که به الله دارد ایمانی که به پیامبرش داره این محبت خدا داره محبت پیامبر داره اطاعت از پیامبر میکنه و همچنین توسل جستن به عمل صالحی که انسان انجام میده توسل جستن به نعمت هایی که خدا به انسان داده توسل جستن به وضعیت و حالتی که انسان داره استرابی که داره اضطراری که داره مشکلی که داره بیماری که داره توسل جستن به دعای انسانهای صالحی که زنده هستند همه اینها جزو گفتیم که توسل هست یعنی وسیله تقرب جستن برای خداوند در وسیله شما هیچ وقت از این اون وسیله مستقیم نمیخواد در بحث توسل اونو واسطه قرار نمیدید که از او بخواهید و او او را صدا بزنید اما در بحث استغاثه قضیه کاملا معکوس هست شما از او می او را واسطه قرار میدید که شما را به خدا وصل کند این همان چیزی است که مشرکین انجام میدادند کسانی که انجام میدادند خداوند آنها را مشرکین یاد فرمودند و برای هدایت آنها پیامبران فرستادند پیامبران در طول تاریخ از زمان حضرت نوح علیه السلام تا آخرین پیامبر خدا حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم که بشر دچار انحراف های مختلفی شدند به ویژه در بحث خواندن غیر خدا و واسطه قرار دادن بین خود و خدا و آنها را به عنوان شفیع شفعا یاد کردن یا اینکه وسیله قرار بدن به قول خودشون برای اینکه اونها را به خدا نزدیک کند در حالی که اینها وسیله نیستند بلکه عبادت کامل داره می شود ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا در بحث توسل و پس دقت کنید هر آن چیزی که الان بایستی این دو قضیه را هم جدا کنیم توسل و استغاثه بحث توسل و استغاثه توسل یک چیزی است که مشروع هست حالا یه چیزایی یه هم هست که الان خواهیم گفت که علما درش اختلاف دارن به خصوص متأخرین جوازش رو دادن بعضی از متأخرین اما علمای اول تراز اول اصحاب هیچ وقت اینو انجام ندادن و بنابراین اصل همون است که انسان این کار انجام ندهد اما در بحث استغاثه استغاثه, استغاثه اصلا کلا طلب کمک کردن از غیر خدا در اون اموری که نمیتونه نمیتونه و یا آن کسی که زنده نیست یا حاضر نیست وجود نداره در برابر شما نیست از او چیزی بخواهید این میشود شرک شریک برای خدا قرار دادن و دادن صفات خدا به این مخلوق که این مخلوق میبیند، میشنود، میتواند، اجابت کند، توانایی اجابت کردن و داره هیچ صدایی بر،, بر او با صداهای دیگه مختلط نمیشود میدونه کی چی میخواهد و در آن واحد هم میتونه به کمک همه به یعنی همون یک قدرتی که خداوند بر جهان هستی داره اینها هم همونو دارن میتونن در آن واحد به کمک هزارها و یا میلیونها انسان برسن میتونن نیازهای میلیونها انسانها انسان ها در آن واحد و برآورده کنن یعنی اینکه یک خدایی هستن با تمام تشکیلات یک قدرتی دارن یک سلطنتی برای خودشون بر جهان هستی دارن هر کدام یک خدایی شدن دیگه در باب توسل الان توسلی که بحث امروز ما هست توسل جستن به جا هست به مقام و منزلت که قبل از این دقت کنید توسل جستن به رسول الله صلی الله علیه و میتونید به سه دسته تقسیمش کنید یکی توسل جستن به این که ایمان آوردن به رسول خدا که خدا یا من به پیامبر ایمان دارم از او اطاعت میکنم این نوع وسیله قرار میدهد مثلا میگه که خدا یا من به پیامبرت ایمان آوردم گناه من را بیامرز خدایا من پیرو سنت رسولت هستم پس ایمان به پیامبر اولین قضیه ایمان به پیامبر و اطاعت کردن از رسول خدا صلی الله علیه وسلم محبت پیامبر خدا داشتن این چیزی که خب در قرآن هم قبلا گفتیم که توسل جستن به ایمان به ایمان به خدا ایمان به پیامبر پیامبران خدا ایمان به پیامبر خدا محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم اینها یک وسیله است برای رفع درجات برای بخشیده شدن مشکلات این جایز هست چه در زمان حیات رسول خدا و چه بعد از حیات رسول خدا ما همیشه خب الان به پیامبر ایمان داریم پیامبر که در میان ما نیست اما به ایمان ایمان داریم که پیامبر خدا بود و این کتاب آسمانی بر او نازل شده برای ما یک راه و رسم زندگی و یک طرز تفکر و جهان بینی آورده نوع دوم توسل جستن به دعای رسول خداست که این فقط در زمان حیات رسول خدا صلی الله علیه وسلم امکان داره امکان نداره که بعد از وفات رسول خدا کسی بیاد از پیامبر تقاضای دعا کند توسل جستن به دعای رسول خدا صلی الله علیه وسلم خب ما در احادیث زیاد داریم وقتی که اون عربی اومد پیامبر صلی الله علیه و بر روز جمعه خطبه می گفتند که یا رسول الله دعا کن اموالمون هلاک شدن از بیبارانی قحتی پیامبر دعا کردن پس دقت کنید در اینجا این عربی میاد پیش رسول الله صلی الله علیه و در روز جمعه پیامبر دعا میخونند و از پیامبر تقاضا میکنند که از خدا بخواد دعا کن تو صحرا ننشست که بگوید که ای محمد دعا کن تا خدا به ما باران بدهد نه اومد پیش رسول الله صلی الله علیه و چون میدونست اون عربی به فطرتش که رسول خدا نمیشنود نمیبیند او در صحرا هست پیامبر خدا در مدینه است خبر ندارد بدین خاطر بلند میشه میاد مدینه در نزد رسول خدا صلی الله علیه و سلم. در روز جمعه و از پیامبر میخواهد که یا رسول خدا دعا کن که اموالمون از بین رفت قهد سالیست خشک, خشک سالیست. و همچنین این همین قضیه اون انسان نابینایی که میاد پیش رسول خدا صلی الله علیه وسلم و تقاضا میکنه که براش دعا کن که خدا چشمهاشو برگردونه خب این کور این نابینا خونش ننشست نگفت که یا رسول الله چشمای منو شفا بده یا الله من مثلا متوسل میشم به جاه پیامبرت که چشم منو برگردون بلکه این عرابی، این این صحابی این نابینا بلند میشه میاد پیش رسول خدا صلی الله علیه وسلم و از او تقاضای دعا میکند که یا رسول الله دعا کن تا خدا چشمان من را برگرداند خیلی واضح و آشکار هست هیچ وقت نمیشه این نوع توسل توسل به دعای رسول خدا صلی الله علیه وسلم جای این کار نیست هیچ که نمیتونه انکار کند کنه هیچ کسی که ایمان به خدا و پیامبر داره نمیتونه این کار کنه خب میومدن پیش رسول خدا میان نزد رسول خدا صلی الله علیه و سلم تقاضای دعا میکردن اما اینکه در خونه مثلا بشینند و از اونجا بیاد یا رسول الله برای من دعا کن که چشمان منو برگردونه خدا نه این نابینا بلند میشود میاد در محضر رسول الله صلی الله علیه و سلم و دعا میکنه خب و همچنین این همین قضیه در زمان حضرت عمر رضی, رضی الله عنه داریم وقتی که قهج سالی می شود توسل جستن به دعای انسان صالح دقت کنید حضرت عمر رضی الله عنه گفتن که را در زمان رسول خدا وقتی که ما میخواستیم تقاضای دعای باران کنیم تقاضای باران کنیم از پیامبر میخواستیم پیامبر دعا میکرد نتوسل بنبيك إليك بنبينا فتسقينا متوسل به ببيانبر به تو با پیامبر یعنی با دعای پیامبر پیامبر دعا میکردن الان دیگه پیامبر زنده نیستن از او تقاضا دعا نکردن و نرفتن همسر قبر پیامبر صلی اللہ وسلم. الله علیه و سلم ما نگفتن که یا الله به خاطر جاه و مقامی که پیامبر در نزد تو داره به ما باران بده بلکه حضرت عمر و باقی صحابه گفتن که الان ما به عم نبی با عموی پیامبر که پس توسل جسته به مقامی که حضرت عباس داره در حالی که همه ما میدونیم که جاه و مقامی که رسول الله صلی الله علیه وسلم دارن هیچ کس نداره در نزد خداوند چه برسد به حضرت عباس هیچ نبی از انبیا این مقام و منزلتی که رسول خدا در نزد الله سبحانه و تعالی دارند ندارند اما با این حال میبینیم که حضرت عمر رضی الله عنه متوسل نمی شوند و سایر صحابه به جاه و مقام رسول خدا بین که یا, رس... یا الله به خاطر جاه و مقام پیامبر در نزد تو به ما باران بده بلکه فردی که اصلح می دونستن سن بالاتری داشت به پیامبر نزدیکتر بود گفتن که تو دعا کن تا ما آمین بگیم و خدا به ما دعا بدهد پس این هم جایز هست که انسان صالح دعا کند یا همون دعا کردن در حیات رسول خدا بس در زمان رسول خدا به پیامبر صلی الله علیه وسلم مراجعه می کردن. دعا می... از پیامبر دعا می خواستن نوع سوم توسل جستن به جاه و مقام و منزلت رسول الله صلی الله علیه سلم هست این چیزی است که علما درش اختلاف کردن آنچه که متقدمین بودند همه بر این اتفاق بودند که جایز نیست اصحاب رسول الله صلی الله علیه و تا و تابعین بزرگان این کار رو انجام ندادن پس بزرگان اینو انجام ندادن چرا که جاه با به هر شخص خودش هست مقام و منزلتی است که یک انسان به خاطر بندگی به دست آورده این ربطی به من و شما نداره این ربطی به من و شما نداره عمل من و شما نیست که عمل دیگری من از عمل دیگری میخوام خودم را به خدا نزدیک کنم با عمل دیگری و الیس للانسان الا ما سعا آنچه که سعی کردی تلاش کردی مال خودت است این سعی و تلاشون بند خداست من متوسل به جاه انبیا و جا، جاه صالحین جاه و مقام شهدا بگم که چون اینها تلاش کردن سعی کردن مقامی به دست آوردن خدایا تو را قسم میدم به این جاه و مقام یا متوسل میشه به این جاه و مقام که مشکل منو حل کن اصلا شما خودتون بفرمایید که اصلا قابل تصور هست چیزی که عمل انسان نیست دیگری زحمت کشیده تو میخواه از دسترنج دیگران بخورید بدین خاطر میبینیم که هیچ کدام از اصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم این کار انجام ندادن بزرگان دین انجام ندادن هیچ کدامشان نگفتم که نگفتن که پروردگار ما خواستاریم به حق انبیا یا به حق فلان نبی یا به حق فلان فرشته یا فلان صالح فلان شهید یا متوسل میشوم به نبی تو بعد از وفاتشنه که مشکل ما رو حل کن هیچ کدوم کار انجام ندادن نه در استسقا و نه در دعای دیگه حتی در زمان حیاتشون هم نگفتن که متوسل میشیم ای خدا به جای پیامبر که زنده هم هست اینو نمیگفتن بلکه از به دعای پیامبر اون اعما هم که میاد میگه که خدایا دعای پیامبر رو در مورد من قبول کن و دعایی هم که من میکنم در این در مورد قبولی دعای پیامبر در درگاه تو برای برگشتن بینایی من قبول بفرما پس حتی در حیات رسول خدا صلی الله علیه و سلم کسی نمیگفت که خدایا به خاطر جاه و مقام پیامبر من به تو متوسل میشم نه در حتی نزد قبر پیامبر هم نمی رفتن هیچ کدام از اصحاب و بزرگان دین که این کار رو انجام بدن این متاسفانه میگیم که دیگه در قرنهای بعد دیگه مسئله توسل جستن به جا به مقام و منزلت پیش میاد که اینجاست که علما این اینو مطرح میکنند که آیا این بدعت هست یا بدعت نیست این در این حد که به حد تکفیر نمیرسه میگن که در مسائل فقهی این گونه این این بحث هست اما بحث استقاسه بحث دیگری است استقاسه به غیر خدا که شما از غیر خدا بخواهید این درست نیست امکان نداره که با هم اختلاف داشته میگیم که اصلا امکان نداره که استقاسه به غیر خدا درست باشه برید که سر قبر پیامبر بگی که ای پیامبر مشکل من را حل کن یا همون روایتی که اون عربی میاد میگه که سر قبر پیامبر میگه که ای پیامبر امت تو درک کن حلاک شدن خب اصلا این بحث استغاثه به غیری الله هست حالا خواهیم رسید که حتی اگه سند درست باشه متن وقتی که مخالف قرآن هست هیچ اعتباری نداره چون هم هیچ وقت سند بودن سند صحیح بودن سند معناش این نیست که متنش هم درست باشه ما باید برگردونیم به قرآن وقتی میبینیم که استغاثه به غیر خدا میشه اون هم در زمان صحابه یک قضیه خیلی مهمی مطرح میشه بدین صورت فقط یه نفر مطرحش میکنه بسی جای بحث هست خب خب بدین خاطر در بحث توسل جستن به دعای انسان صالح امام بیحقی رحمت الله علیه در کتاب خودشون سنن کبرا وقتی که قضیه حضرت عمر و حضرت عباس میاره در بحث استسقا میگه که باب الاستسقا به من ترجا برکت و دعائیهی استسقا یعنی طلب باران کردن با کسی که امید هست به برکت دعایش یک انسان صالحی است که تو دعا کن تو پیش نماز شد تو دعا کن تا ما آمین بگیم و همچنین ابن قدامه مقدسی هم همین میاره که یستحب ان یستسقا به من ظهر صلاحه هر کس که صلاحش ظاهرتر هست تقواش بیشتر هست انسان صالح است خب مستحب است که اینو در استسقا مقدم بدارد چرا؟ لانه اقرب الى اجابت دعا اجابت دعای این گونه افراد نزدیکتر هست خب حالا خب چرا کسانی که معتقد هستند توسل جستن به جاه و مقام منزلت پیامبر درست نیست به چه خاطر میگن؟ اولا این بگیم که آقا سعی انسان نیست این عمل انسان نیست این یه قضیه عمل خودت نیست که تو با عمل بخوای که از عمل دیگران میخوای به خدا متوسل بشی از دسترنج دیگران میخوای استفاده کنی و بعد از خدا بخوای در منطقی قبول نیست اصلا خدا هم قرار نداده که شما بخواید از دسترنج دیگران استفاده کنی و الله یسلی للانسان الا ما سعا. هیچ کس هم گناه دیگری نمیکشه تو از دسترنج دیگران نمیتونی استفاده کنی این یک قضیه قضیه دوم یک قاعده شرعی داریم که صد زریعه چرا جایز نیست؟ زیرا که این به مرور زمان منتهی میشه بین که انسان وقتی که متوسل میشه به جاه کم کم این معنای جاه و منزلت که در ذهن در اصل لغت این هست که خب یک مقام و منزلت و احترامی در درگاه خدا داره همینطور که قاسمی رحمت الله علیه شیخ مفسرین شام در کتاب خودش تفسیر میاره میگه دیگه تو معنای عرفی مردم جا میوفتد که جاه و منزلت یعنی تأثیری که داره قدرتی که داره یعنی قدرت تأثیرگذاری که بر خدا داره و خدا را وادار میکنه خدا برای راضی کردن اینها میاد خب هر نیازی که دارن بر خدا مطرح میکنن قبول میکنن این دیگه تو ذهنش میفته قوم نو علیه و السلام و سلام چطوری دوچار شرک شدن خب ابتدا بحث محبت انسان های صالح بود اومدن مجسمه های اونها را ساختن که وقتی اونها را میدیدند. بیشتر به یاد خدا بیفتن نسل بعد که میاد تعظیم اونها احترام اونها به این تصاویر و این مجسمه ها بیشتر میشه نسل بعد که میاد اینو میپرستن دیگه اینجاست که این صد ذریعه میگن که منتهی نشود به یک چیزی،, چیزی که مباه هست حالا یا جایز هست منتهی میشه به چیزی که حرام هست و نادرست یا شرک هست این دو تا بس همتون ما در قرآن هم داریم تیم فان که ولا تسبو الذین یدعون من دون فیصب الله فیسبو الله ادوان به غیر علم صد ذری هست میگه شما به خدایانی که میپرستید میشوند بد نگید که این آبدین کسانی که اونها را میپرستند از روی جهل و نادانی و حماقتشون به خدا بد میگن من پس خدا شما همین گونه هست همین گونه که اون آخوند وقتی که دشلا متاسفانه این درکشون نسبت به خدا این هست میگه وقتی که اه، اه، توی بقی بودیم یک وهابی افغانی اومد تسبیحش انداخت و گفت که یا حسین یا حسن بده به من میگه ها کو خداتون کو حسن حسین نتونست کار بکنه میگه منم قلم گفتم که خب یا خدا یا جبرائیل اینو بده دقت کنید صحبت کردن با این گونه انسان ها این گونه هستا فیسوب بالله عدوا بغیر علم همین ها خدا را بد میگن در حالی که این آخوند اینقدر احمق و نادان هست که نمیدونه که خداوند که نمیدونه کار خداوند به من من و شما قدرت این قدرت رو داده آیا این بزرگان این قدرت رو دارن ذاتا داشتن میتونن به دیگران بدهن بحث اینجاست ولی همین که دقت کن بحث اینجاست که سب غیر خدا نکنیم چیزی که پرستیده میشوند. یک احمق مثل اون آخوند میاد میگه که بله ای خدا پس این قلم من بده ای جبرائیل این قلم من بده این میشه درکش و شعورش این میشه سب خدا کردن توسط یک آخ آخوندی که ادعای دینداری هم میکنه ولی به خدا داره اهانت میکنه اینجاست که بعد انسان در برخورد با این گونه انسان های احمق و نادان خیلی مواظب باشد که چیزی نگوید که انها بیان به خدا هم اهانت کنند و از جمله این وقتی که رسول الله صلی الله علیه وسلم نهی کردن که مقبره ها را قبرستان و انسان مسجد قرار بده یا توی مسجد نباید قبر باشه یا توی قبرستان مسجد بنا نشود الان شما دقت کنید گنبد و بارگاهی که ساخته میشه بر روی این گنبد و بارگاه ها قبر درست می شود قبر درست می شود بر روی این قبر ها خب این وسیله است برای واقع شدن در شرک اگر چه امکان داره کسی در ابتدا در ذهنش نباشه اما به مرور دیگه هم به مرور زمان میبینیم که پرستیده میشه پیامبر به خاطر اینکه پرستیده نشود این قبر فرمان کار انجام ندید همینطور که رسول الله صلی الله علیه و وقتی که فرمودن که در خانهشون دفن شوند ام المؤمنین عایشه رضی الله عنها فرمود از ترس اینکه مبادا مورد عبادت قرار بگیرد قبرش و یا پیامبر وقتی فرمودند که قبر من را ایدگاهی قرار ندید محل اجتماعتون قرار ندید که یه موسمی قرار بدید بیاید سر قبر من سبب سوم سب پس یه سبب این بود که گفتیم که عمل انسان نیست جاه دیگران هست اون جاه که مقامی به دست آورده با خاطر سعی و کوشش خودش بوده خب من چطوری میخوام از سعی و کوشش دیگران استفاده کنم این یک دو صد ذریعه بود گفتیم که جلوی میخوان مانع بشه که انسان به یک عمل نادرستی وارد بشود سوم توسل جستن به جاه به مقام به حرمت به منزلت عبادت هست دیگه در دعا عبادت هست دعا هم میدونیم که عبادت هست عبادت هم بایستی بهش میگن در اصطلاح شرعی توقیفی است یعنی اون چیزی که خدا و پیامبر گفتن هر دعایی نمیشه کرد و نمونه دعا هم خدا و پیامبر مشخص کردن و بدین خاطر شما نه در قرآن میبینید و نه در سنت رسول خدا صلی الله علیه سلم و نه از اصحاب رسول الله که به عنوان بهترین شاگردان پیامبر هستند بهترین به قول قبلا هم گفتیم که خدا رحمتش کنه اه غلام هیدری هیدریان اسمش حالا یادم نمیاد الان درست در کتاب شعرا اتحادش میاره که به عنوان اصحاب پیامبر به عنوان بهترین و برگزیده ترین انسان ها بعد از انبیا هستند اینها هم این کار رو انجام ندادن این گونه توسلی نداشتن توسل جسن به جاه و مقام و منزلت رسول خدا پس نه در قرآن داریم نه در سنت رسول الله و اینکه اصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم که شاگردان رسول خدا بودند کسانی بودند که خب اینها در جاهلیت بودند در شرک بودند با شرک زندگی کردند خب قبل از اسلام خدایانی داشتن غیر خدا میپرستیدند اینها میبینیم که در بعد از اسلام دیگه این کارها رو کلا میدونستند که اینها از اعمال شرک هست یا منتهی میشود به شرک بدون خاطر توسل به جاه نمیکردن چون میدونستند که جا از آن خود رسول خداست خدا امر نکرده پیامبر هم به این امر نکردن و همچین گفتیم که صحابه رضوان الله علیهم این کار انجام ندادن با اینکه میتونستن و شرایط اقتضا میکرد صحابه این کار انجام ندادن این دلیل چهارم است که پیام اصحاب هم این کار انجام ندادن با اینکه شرایط اقتضا میکرد در این قهد سالی در این مشکلی که هست خب چی کس بهتر از پیامبر هست قبر پیامبر هست در مدینه هست و همه پیامبر رو میشناسن اما میبینیم که نمیرن سر قبر پیامبر و یا اینکه متوسل نمیشن به جا و مقام پیامبر که از پیامبر بخواهند پس در این مشکلات سختی هایی که هست انسان بایستی به خدا روی بیاورد چرا انسان نباید به خدا روی بیاورد مگه خداوند نمیبیند نمیشنود نمیتونه مگه خداوند رحیم نیست رعوف نیست غفار نیست ستار نیست مگه نفهمان که امن ام یجیب المضطر اذا دعا و چرا انسان به غیر خدا روی بیاره بخواد به جاه و مقام و منزلت دیگران بخواد یا بیاد متوسل شود به حالا اهل بیت یا انسان های صالح دیگر یا بگن که زیارت آشورا را بخوانید به جای اینکه دعوت شود به خواندن قرآن به توبه به استغفار به بازگشتن به برگرداندن مظالم اون ظلمی که شده جلوه به ظلم بگیرند اونهایی که به ناحق مالشون خوردن مالشون برگردونن به ناحق زندانی شدن اونها رو آزاد کنند به جای این کار میان که آقا بیایید مثلا توسل جوییم به اهل بیت بیایید حدیث کسا را بخوانیم بیایید زیارت آشورا را بخوانیم ولی واقعا انسان تعجب می کند خداوند در این فرهنگ چه جایگاهی دارد ظاهرا خداوند هیچ مقام و منزلتی نداره معذرت میخوام این یکی از میگفت که این متاسفانه در این فکر خداوند مثل ملکه انگلیس هست که فقط یه است، قدرتی نداره همه کار نخس وزیر هست در اینجا هم متاسفانه در این فکر خدا کاری نیست متاسفانه کسانی دیگه جهان رو اداره میکنن بعد به با اونها متوسل شد چرا نباید به خدا روی باریم؟ مگه خداوند نمیگه که خدا خالق ما نیست رازق ما نیست مدبر جهان هستی نیست چرا باید بخوایم به خودمون دروغ بگیم به دیگران دروغ بگیم که نه اینها که مستقل نیستن اگه اعتقاد داشته باشیم که اینها مستقل از خدا عمل میکنن اصلا این چیزها هیچ کس اعتقاد نداشته اون کسانی که پیامبر با اونها در میان اونها مبعوض شد 13 سال اونها را دعوت داد اونها هم همین اعتقاد داشتن. داشتن نمیگفتن که خدایان ما مستقل از خدا هستن میگفتن شفعاء اون عند الله میگفتند که ما نعبدهم الا لیقربونا الی الله همش بحثشون این بود پس چرا به خودون دورو چرا مستقیم از خدا نمیخواهیم چقدر دعای انبیا همیشه ربنا اللهم ربنا ربنا ربنا, ربنا، هیچ کدام میبینیم که متوسل نشدن به یک انسان دیگری بله متوسل شدن به ایمانشون به خدا به پیامبر به عمل صالح به نعمت هایی که خدا به انسان داده خب این چیزایی که هست قرآن ذکر فرموده اما توسل جستن به یک فرد که میشه استقاسه یه توسل نیست میشه بحث دیگه استقاسه توسل جستن به جاه و مقام دیگری که از آن دیگری است به من شما ربطی نداره عمل دیگری بوده ما میخواییم از عمل دیگران سوء استفاده کنیم بخوریم و از خدا بخواهیم خب پس وقتی که اصحاب این کار رو انجام ندادن با توجه به شرایطی که بوده مناش اینه که اصلا در ذهن اونها نمی اومده توسل جستن به جاه و مقام پیامبر چه برسد توسل جستن استقاس جستن به پیامبر هیچ کدامشون میشون نمی کردن به پیامبر صلی الله علیه و سلم بدین خاطر میگیم که آن استدلالی که می شود آن حدیث عربی که میاد پیشه میگن در زمان حضرت عمر قحط سالی بود و این بحث رو مطرحش کنیم و, و استدلال های دیگری که میکنن بدون خاطر شیخ الاسلام میگه معمولا استدلال هایی که اینا میکنن همه ضعیف هست یا روایت های نادرست هست و استدلال های نادرست و غلط هست میگن که در زمان حضرت عمر یه قعد سالی بود میگه که عربی اومد پیش قبر پیامبر بعد گفت که دعایی که این اعرابی میکنه این است که یا رسول الله استسقه لامتک ف انهم قد هلکو یا ای رسول خدا برای امتت طلب باران کن برای امتت چرا که ونها هلاک شدن الان دقت بفرمایدن لفظی که به کار برده شده یا رسول الله استسق لامتك فانهم قد هلکو ای پیامبر خدا برای امت طلب باران کن اومده سر قبر پیامبر در زمان خلافت حضرت عمر هست این کلمه که الان شما اینجا میشنوید که به این در این روایت اومده یا رسول الله این که توسل نیست الان درسته؟ این توسل نمیشه الان چرا که گفتیم در باب توسل شما هیچ وقت از یک فرد نمیخواهید از یک فرد چیزی نمیخواهید اینجا استغاثه هست طلب کمک میکند پس یک بحث الان خیلی بحثی میره که کلن مشکل داره یا رسول الله ای رسول خدا یعنی داره باش صحبت میکنه و ازش تقاضای کمک میکنه میگه امت تو باران بده این اصلا قابل قبول نیست به هیچ عنوان استقاسه به غیر الله هست این استقاسه به غیر الله هست اینجا این سند این حدیث در موردش بحث زیاد هست در مورد سند حدیث بحث زیادی است حالا اونا که گفتن سندش درست هست و اونا هم که گفتن سندش درست نیست ما این سند رو کنار میذاریم اصلا بحث سند رو کنار میذاریم میگیم زیرا که صحت سند صحیح بودن سند به معنای اینی که متنش هم صحی باشه نیست چیزی که علما میگن که صحیح بودن سند به معنای صحیح بودن متن نیست متن رو ما بر قرآن باید عرضه کنیم بر زندگی کسی که قرآن بر او نازل شده و بعد ببینیم کسانی که تربیت شده او هستند و این واقعه در زمان آنها رخ داده خب سند و بر قرآن مت عرضه کنیم دیگه بذاریم تو میزان قرآن میگه که متنو یا رسول الله استسقل امتک خب، این اصلا استقاسه به غیر الله است درست نیست استقاسه به غیر الله است درست نیست بله اگر رسول خدا صلی الله علیه و سلم زنده بودن همون که اون اومد مدینه و رسول الله صلی الله علیه وسلم بر روی منبر بودند از پیامبر تقاضای دعا کردند اما الان پیامبر وفات یافت انک میت و انهم میتون میت مجید الان در عالم دیگری است نمیشنوند نمیبینند نمیدونند رسول الله صلی الله علیه و آله هم خبر ندارن همون گونه که انبیای باقی هم خبر ندارن که در این دنیا چی میگذرد چی کارهایی انجام میدهند حضرت عیسی علیه السلام روز قیامت وقت از سوال میشه که اصلا از قبلش یوم یجمع الله الرسل فیقول ماذا اجبتم قالوا لا علم لنا ما نمیدونیم خبری نداریم دیگه بعد از ما چیکار کردن اینا تو علام الغیوب هستی عیسی هم خصوصی وقتی که قرآن در مورد او صحبت میکنه چون دیگه پرستیده شده به عنوان خدا قرار داده شده فرزند خدا قرار داده شده میگه که ما قلت لهم الا ما امرتنی بهی ان اعبد الله ربی و ربکم و عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت انت الرقيب عليهم و انت على كل شيء شهید دوح من زنده بودم اون معمولیتی که به من داده بودی ابلاغ رسالت بود من به رسوندم. که موحد باشید بنده خدا باشید بعد از اون دیگه من خبری ندارم تو علام الغیوب هستی تو میدونی، تو گواه هستی رسول خدا هم صلی الله علیه دیگه الان خبر ندارن که اوضاع احوال چگونه است یکی با سر قبر پیامبر بگوید رسول سن که خبر ندارن تنها چیزی که اومده اینه که حالا به فرض صحت این سند اینه که سلام و درودی که بر پیامبر فرستاده میشه میگه خداوند روح را به من برمیگردونه و من جواب سلام میگم تنها در این مورد است یعنی پس حتی پیامبر در اینجا هیچ خبری ندارن نمیدونن پس پی... این فقط یک مسئله خاصی که اینجا داره میگه پس اینجا میاد این عربی در یک مسئله بسیار مهم و حساس یعنی همه اصحاب از اون غافل بودن هیچ که نمیدونست که بعد بیان سر قبر پیامبر با... خب بعد اصلا این با اون که در صحیحین هست بخاری هست مسلم هست که استسقا خوندن نماز استسقا خوندن حضرت عباس دعا میکرده هر وقت که نیاز بوده روات انس ابن مالک هست خب دعا میکن از خدا تقاضا میکن نمیرفتن سر قبر پیامبر بعد جالب هست خب یه قضیه به این عمومیت یه نفر میاد حالا این یه نفر هم مجهول است ما میگیم اصلا کار به سند هم نداریم چیه فلان بعد یه نفر فقط خبر میشه اونم مالک و دار مسئول خزانه حد اینو داره نقل میکنه. یک مسئله بسیار حساس و مهم همگیر همه میدونن باید خبر بشن دیگه فقط یه نفر با خبر میشه و اینو نقل میکنه اینم خودش بس با جای علامت سوال بزرگ باید گذاشت علامت تعجب گذاشت که چرا فقط یه نفر اینو داره روایت میکنه؟ قضیه خیلی مهم میگه فؤت رجل فی المنام میگه که در خواب بهش گفته شد در خواب حالا میشه خواب دیگه یعنی از یک قصه از اون حالت استقاسه به غیر الله میاد داره تو خواب بهش گفته میشه که اعت عمر برو نزد عمر و اقرعه السلام و سلامانو بهش برسون و بگو که بهتون باران داده میشه و سعی و تلاش رو بکن خب شد چه خواب یعنی یک روایتی که یعنی چیزای عجیب و غریبی توش هست مخالفت با قرآن هست با سنت هست با راه و روش هست با واقع هست یک حادثه بسیار مهمی غافل شدن همه اصحاب بعد این تو خواب میاد تو خواب این اعرابی بهش گفته میشه که برای این کار انجام بده دین عقیده نمیشود با یک روایتی که خلاف قرآن هست با یک خوابی اون چیزی که خلاف قرآن هست پیامبر 23 سال دعوت دادن زحمت کشیدن آواره شدن باش جنگ کردن از مکه چند بار رفت از بیرونش کردن رفت به طائف اومد به مدینه چقدر پیامبر اذیت شد چند بار میخواستن ترورش کنن برای چی بعد حالا بیان بیان که ای پیامبر تو به ما باران بده پیامبر اومد این رو از بین ببره بله آ سعید بفرمایید سلام علیکم و سلام و رحمت الله و برکاته بسم الله حال شما شده شما به خیلی خسته نباشین ممنون بفرمایید از به که اینجا چیزی که مطرح میشه میفرماییم که در مورد استقاس اینجوری مطرح میشه که امامان ام همون طوری که زنده بودن مثلا هزار سال پیش هزار و صد سال پیش همون طوری الان زندن همونطوری میشنون میبینن و همون کیفیتی که در اون زمان بوده به همون کیفیت بلکه بسیار پرقدرتتر مثلا اون زمان اگر زبان هم زبان خودشون رو متوجه می شدن الان زبان های مختلف رو متوجه می شن. اون زمان اگر یه نفر با این رو صحبت می کرده مثلا از تو خیابون بالاتر صدرشون می کرده نمی شنیدن، الان از اقصان دنیا هر جا هر چی هر تعدادی هر زبانی باشه اینها می میبینن میشنون اگر در اون زمان اون بزرگواران حاضر و ناظر بر محیط اطراف خودشون بودن مثلا در منزل خودشون در اطراف خودشون الان حاضر و ناظر بر کل دیتی هستن و برای این اعتقادات خودشون هم میدینن که هیچ ریشه در قرآن هیچ گونه ریشه این اعتقادات نداره اما یک جایی هستش که ریشه زیاد داره و دلیل رفور پیدا میشه اون در روایات متاسفانه یعنی این در مذهب امامیه متاسفانه قرآن به کنار اما روایات فصل در رأس قرار داره چرا؟ چون که مذهب متاسفانه قلوف توش ریشه کرده در مورد حضرت عیسی شما خیلی قشنگ گفتید حضرت عیسی پیامبر پیانبر العزم خداست وقتی که زنده است اون همه خرق عادت میکنه مورد زنده میکنه کور و شفا میده اما همین پیامبری خدا که این همه معجزات انجام میده وقتی که خدا ب... 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 میبردش پیش خودش فلا ما توفیتنی ازش میپرسه آیا تو بودی که به بندگان گفتی که تو و مادرت رو غیر از من خدا بگیرن گفت خدایا من هرگز هم چیزی نگفتم اگر میگفتم که تو میدونستی من در حال روز اونها خبر ندارم وقتی که من رو ایران دید همین پیامبری بود که تا زنده بود این همه کارهای اجاب انجام میداد وقت این این من میخوام این خدمت شما ارز کنم که در این مذهب متاسفانه تشخیص داده نمیشه که مرده با زنده فرق میکنه و در این زمینه بین پیامبر اولو از آدم ام یا غیره هیچ فرقی وجود نداره این قرآن داره به ما اینو میگه قرآن میگه مرده کیفیتش و ما یفتر الانوات احیای بلال انوات پیامبر خدا وقتی که به رحمت خدا میره مثل که دیگران به رحمت خدا میرن <تصفح> بسیار صحبتتون <صبعت تصفح> جزاکم الله خیر احسنتم واقعا انسان وقتی که قرآن رو کنار میذاره به روایت من در برنامه های گذشته همیشه گفتم که حتی متاسفانه در فکر امامیه روات مکانت و خاصی دارن مقدس هستن روات و اگر این راویان یک چیزی هم نقل کنند که اهانتی باشه به امام یا به رسول خدا یا به ذات الله سبحانه تعالی میان این روایت رو توجیه میکنند نمیان که بگن که آه اینجا این روایت نادرست از خلاف قرآن از فلانه روایت رو توجیه میکنند و قبلا هم چند بار این کلیپ هم پخش شد که آت الله کمال هیدری میاره میگه که در حوزه روایت اصل از قرآن معنای نداره و این گونه از متاسفانه و اخباری ها یا اخباری ها اینها همیشه روایت ها را اصل میدونند به خصوص متاسفانه با توجه به این اعتقادی که در بین اخباری ها هست که قرآن تحریف شده و قرآن قابل فهم هم نیست بار دیگه اونی که هم بونده قابل فهم نیست بدین خاطر روایات اصل هست و مکانت و قدسیت خاصی دارند. در حالی که این روایت ها انسان است که می بینیم که مجهول هستند ائمه لعنتشون کردن خود علمای شیعه در مورد اونها صحبت کردن اونها را غالی اونها را فاسد العقیده فاسد هر دروغگو و کذاب معرفی کردن ولی متاسفانه میبینیم با این حال این روایت ها اصل هستن میداریم که خداوند ما را بار دیگر به وسیله قرآن جمع کند تعلیف قلوب به وسیله قرآن خواهد بود همطور که خداوند در سوره مبارکه انفال میفرمایند که او بود که در بین قلب های شما الفت به وجود آورد اگه تای ای پیامبر تمام آنچه که در دنیا بود میبخشیدی نمیتونستی ایجاد الفت کنی این الفت بر اساس مادیات هیچ وقت کسی راضی نمیشه اما الفت بر اساس ایمان به خدا بندگی برای خدا قرآن میاد این الفت رو به وجود میاره قرآن این ویژگیش هست داره ایجاد وحدت ایجاد الفت در بین امت اما روایت ها متاسفانه ایجاد اختلاف میکنه زیرا انسان هایی ساختن که مشارب و افکار گوناگون متضاد داشتن ضد دین بودن ضد خدا بودن ضد پیامبر بودن ضد اهل بیت بودن این روایت ها را ساختن و این متاسفانه این روایت ها جا افتاده امت بایست از این خیلی از این روایت های دروغینی که مدرسه کذابین درست میکردن این مدرسه ای بود حقیقتا یک راه و روشی بود یه خیلی هاشون امکان داره فردی یکی یک به خاطر یک مسئله یک مسئله مادی دروغی میگفت یه روایت درست میکرد اما وقتی نگاه میکنیم به سیر این روایت های دروغینی که درست شده یک مدرسه بودن یک فکر بود یک راه و روش بود اینها برنامه ریز شده این کار انجام میدادن فقط این آیه را ببینیم بعد از این تماس رو بگیریم این آیه که در سوره مبارکه فاطر هست همیشه اینو میبینیم چقدر خداوند اینو زیبا مطرح کردن دقت بفرمایید به این این آیه والذین تدعون من دونه ما یملکون من قطمیر دقت کنید اونهایی که غیر از خدا را میخوانید پوست خرمایی هم مالکیتش رو ندارن نمیتونن بیافرینند. این تدعون من دونه دقت کنید غیر از او را میخوانید این غیر خدا دیگه شامل همه میشه دیگه خدا و بشر و مخلوقات هر چی باشه میشه من دون الله بعد میگن انت لا يسمعوا دعاءكم اگه اونها را بخوانید نمیتونن نمیشنوند دعای شما ندای شما استغاثه شما عبادت شما را نمیشنوند ولو سمعوا ما استجابوا لكم و اگر به فرض که بشنون هم نمیتونن اجابت کنن قدرتشو ندارن بعد و یوم القیامه یک فرون به شرکه کن روز قیامت هم اعلان براعت میکنن از شما به خاطر این شرکتون پس دقت کن در اینجا میفرمون که نمیشنون اصلا این, اصل هست میفرمایند. اصل این است که اینا اصلا نمیشنون هر کس غیر خدا باشه بعد از مرگ میگه که نمیشنون تو رو را بخانی نمیشنوند پیامبر باشه امام باشه صالح باشه ولی باشه شهید باشد صدیق باشه هر کی باشه نمیشنون عالم دیگر هستند در جهان دیگر در اونجا عالم دیگر زنده هستند اما نه زندگی مثل زندگی ما برزخ یک عالم دیگر زندگی دیگری است که با ما هیچ ارتباطی ندارن خبری از ما ندارن هم که ما از اونها خبری نداریم که اونجا چی میگذرد چ... چیگونه زندگی دارند. بعد میفرمان که اگر به فرض که بشنوند مست کن لکن اجابت نمی کنن ندارن چطوریش میگید که خداوند به اونها اینو این قدرت رو داره خدا میگه نمیتونن بعد روز قیامت خب اینا که خبر ندارن چی میشه از شما اعلان برات میکنن به این عبادتتون به این شرکتون کافر میشن میگن که ما اصلا نگفتیم حتی در روز قیامت بهشون گفته که قیل ادعو شرکاکم اونها رو بخونید الان شرکایتون رو بخونید هم اونها رو خوندن اون که میگفت که یا لات یا عزل یا فلان نبی فلان صالح فلان امام یا اونی که میگه یا حسین یا اونی که میگه یا ابابکر اون میگه یا شیخ عبدالقادر اون میگه که یا جبرائیل روز قیامت بهشون میگفت که فدعوهم و قیل ادعو شرکاءکم بخوند نهرا فدعوهم اونها را میخونن فلم یستجیبوا لهم نمیتونن اجابت نمیکنن نمیتونن حتی اونجا در روز قیامت نمیتونن کاری کنن بله آقا عباس بفرمایید سلامت میکنم خدمت سازی را و علیکم السلام و رحمت الله و برکات من با ادیالتون یک نقشه رو شاید یک گذارم برده انتقادی باشه از شبکتون و برنامه تون این رو عرض بکنم و در خدمتون باشیم یکی اینکه تمام چند روز پیش موضوع اصلی برنامه موضوع کرونا بود و بیشتر پرداختتون آقا عباس یه لطف کنید موضوع برنامه وارد بشیم معذرت میخوام چون شما هر وقت وارد میشین این مساله این قبلا هم ذکر فرمودید دیروز هم ذکر فرمودید الان اگر در مورد من من تماس نگرفتم با شما دیروز دینا, بایش دینا, بایش دینا با کی بود که تماس گرفتید همین همین مطرح شد که شبکه برنامه این گونه است و فلان همین این مطرح می‌کنه حالا شما نبود دوست شما بود همکار شما من رو عرض میکنم و برنامه برنامه‌تون یک نکته یک نکته با اجازهتون من این عرض همینه وقتی این ویروس شایع شد در تمام کشورها حتی کشورهای عربی فورا قطع شد برنامه ها و پرداخت هم نفرمودید که امروز امریکا بیش از 120 هزار نفر مبتلای به کرونا داره ایران با سختترین فشارها و تحریم هایی که علیهش وارد شده امروز توانسته به نوع این ویروس رو کنترل کنه هیچ وقت هم نفرمودید چرا مخفی کاری در کشوری مثل امریکا اتفاق افتاد و هیچ نقدی هم نفرمودید و نفرمودید در کشورهای عربی آیا به خاطر عذاب الهی بودیم وارد شده یا خیر اما وقتی وارد خ... خیلی ممنون شده... چون بخشید با... ما شما همین مسئله رو مطرح فرمودید دقت کنید بینندگان عزیز اولا حتی ترامپ وقتی که این مسئله را مطرح میکنه میگه که روز یک شنبه ما همه دعا میکنیم خب کشور ما چه کار کرد؟ حالا به اضافه حالا من کاری به اروپا، امریکا،, آمریکا، اروپا، کشورها یک مرض سراسری شده واگیر هست همه بهش مبتلا شدن هیچ کشوری نیست که مستثنا باشه همه درش در این عذاب بگیم در این ابتلا بگیم هر چیزی که هست و کسی هم نگفت که الان برای ایران عذاب هست متاسفانه این تدلیس هایی است و یا دروغ هایی است که گفته می شود اما ببینیم که واقعاً در ابتدا هم من تو عرض صحبت هم گفتم که ما بایستی به خدا برگردیم خداوند می فرمان که ما خوشی ها بدی هایی که در اختیار انسان ها قرار می وسیله است است می خواهیم قرار بدیم که لعلهم یرجعون تا بازگردن و یا می فرمان که در زمین و دریا خشکی و دریا ها فساد کارهای انسان دیده می شود ما بعضی از اعمالشون و نتیجه اعمالشون بهشون میچشونیم چ... می به اون امید که برگردن میخوایم که اونها برگردن دست از این راه و روش برگردن ولی واقعا ما الان واقعا به سوی خدا باز میگردیم یارد بارد دعوت میدیم مردم به توسل جستن به اهل بیت به ائمه به خواندن زیارت آشورا که همش لعنت هست لعنت کردن به اهل سنت کلش این هست یا میگه که حدیث کسا را بخونید دقت کنید استفاده از اسباب که نمیشه متاسفانه بنهانکاری که شد امکانات که نیست بیمارستانی که ساخته نمیشه درست نمیشه دولت که بیمارستان نمیسازه میره در خارج از کشور بیمارستان درست میکنه امکانات که بسیار ضعیف هست شفافیت نیست بنهانکاری هم هست خب حق من ایرانی به عنوان یک ایرانی حق دارم که اعتراض کنم ببینم که آقا چرا در کشور میگونه؟ چرا در کشورهای دیگه شفافیت هست آمریکا با تمام این افرادی که مبتلا شدن تعدادش آمارشو میده ایتالیا داره میده اسپانیا میده اما چین دروغ گفت نگفت تعداد حقیقیش پنهان کرد تا زمانی که به همه جا رسید ایران هم پنهان کرد تا وقتی که به کشورهای دیگه رسون روسیه هم داره پنهانکاری کرد حالا داره ناچاره آشکارش کنه دیگه این کشورها دارن پنهانکاری کاری می میکنن خب مشکل ما تو اینه که ما بعد برگردیم از این راه رو روشی که رفتیم. گفتیم واقعا انسان دست از ظلم بردارد دست از دروغ گفتن بردارد خدمت مردم کند صادق باشد در خدمت گذاری در مسئولیتی که به سپرده شده در درگاه خدا مسئول هست هشتاد میلیون انسان در روز قیامت برگردن مسئولین هستند چه خدماتی به اونها دادن چقدر به دورو گفته شده چقدر از اموال اونها اختلاس شده اینها همه بعد مسئولین از از درجه پایین تا بالا جوابگو خواهند بود در روز قیامت حضرت عمر رضی اون فرمان که اگر یه اولاغی پاش بره دستش بره توی سوراخی در عراق من مسئول هستم خود را مسئول پیر زنهایی که در عراق و در یمن و در فلان جا هستن میدونستان اما شما هشتاد میلیون فقط یک کشور است هیچ احساس مسئولیتی نیست به نانکاری میشه حاضر نیستید که یک شهری که از اونجا شروع شده قرنطینش کنید به خاطر اینکه آبوری اسلام میره خب دیدیم که کشور رو به چه وضعی رسون خب فرمودن که بله هر کس غیر از خدا بخوند جز خسارت نخواهد شد و انسان باید بسیار احمق و نادان باشد که به غیر خدا روی میاره و از او طلب میکند کند از غیر خدا باشه انسان باید خیلی نادان باشد نادان هست به نص قرآن میگه این انسان ها خیلی نادان هستند خیلی احمق هستند گمراه و من اضل ممن یدعو من دون الله من لا یستجیب له الى يوم القیامه و هم عن دعائهم غافلون گمراه تر نادان تر احمق تر از آنی که غیر خدا را میخواند نیست آن غیر خدای که هیچ خبر نداره نمیشنود نمیدونه اون عالم دیگر هست اگر از واقعا انسان صالحی بوده که میخوانید خب در نزد خداست در ناز نعمت هست عالم برزخ عالم دیگر است عالم مرگ نیست و مرگ به این نیست که ما اگر مردیم فنا شدیم این اعتقاد گزانی است که اعتقادی به قیامت ندارم نه عالم برزخ یک عالم دیگری است عالمی است که زندگی هست خوشی هست بدی هست انسان نتیجه اون کاراشو میبینه یا در ناز و نعمت هست یا در عذاب هست دی با این جهان کلا هیچ ارتباطی نداره کلا هیچ ارتباطی با این جهان نداره همون گونه گفتیم که ما هم نمیدونیم که در اون عالم چی میگذرد مگر آن چیزی که خداوند به ما خبر داده از زمانی که انسان قبض روح می شود فرشتگان رو داره میبینه در کنار ماست ما نمیبینیم الان داره آماده میشه برای اون جهان دیگه وقتی میفرمان که در نزد پروردگار کسانی که در راه خدا کشته شدن زنده هستند حساب نکنید که مرده هستند بلکه در نزد خدا زنده هستند خب عالم دیگری است زنده بودن آنها ما نمیدونیم چگونه است چگونه در خوشی بودن نمیدونیم چگونه در عذاب بودن نمیدونیم عالم دیگری است فقط آن چیزی که خداوند به ما خبر داده ما میدونیم اینم میدونیم و میدونیم که هر کی رفت اون جهان عالم برزخ دیگه با ما ارتباطی نداره خبری ندارد هیچ ارتباطی ندارد و هم من دعائیم غافلون هیچ خبری ندارد. تمام طاعات و عباداتی که انجام میدن حالا این دعای هم مال خواهیم کرد یه برنامه که بح سعی میکنن که بگن که دعا منظور چیه عبادتی اون کارهای عملی که انسان انجام میده حالا نظری باشه نمازی باشه طاعات دیگه که انجام میدادن میگن که دعا جزو این نیست دعا عبادت نیست خب حتی بگید که این دعا هم مثل میگه این از این عبادتی که انجام میدن میگه غافل وقتی از این عبادتشون غافل هستن وقتی که نمیدونن که دارن برای آنها این کارها رو انجام میدن پس چگونه آگاهی دارن از اینکه اونها رو میخوانند که اونها رو صدا میزنن میتونه تشخیص بده که این صدای فلانی است و در آن واحد امکان داره که هزارها انسان این فرد را من دون الله را فرا میخوانند همه میدونه همه را حالا یا خودش خدا بهش این قدرت داده بر اساس اعتقادشون نیازشون برام یا به بر عرضه میکنه بر خدا هیچ اشتباه هم نمیکنه یعنی تمام صفات خدا دادن در حالی خدا فرمود که اصلا هیچ خبری ندارن پس ما بایستی قرآن و اصل قرار بگیم برگردیم به قرآن قرآن میزان هست بله وقتی ما تموم شد قرآن میزان هست ما روایت ها را میذاریم توی میزان قرآن اگه قرآن گفت که درسته قبول میکنیم روایت وقتی که قرآن ردش کرد میزنیم به دیوار اصلا براش پزی پشیزی هم ارزش قائل نمیشیم وقتی که یک روایت بود که خلاف قرآن باشه هر کی باشه این روایت میگیم که سندش درست باشه متنش وقتی که با قرآن هم تناقض داشته باشه میندازیم بیرون قرآن اصل هست خدا به پیامبرش امر کرد از قرآن اطاعت کن نگفت برو از اینکه روایت هایی که ساخته میشه و تناقض با قرآن داره پیروی کنی و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته